دادم به موضوع روحانیت، روحانیت شیعه و جامعه ایران و تلاش من در 11 برنامه گذشته و برنامه امروز و برنامه هفته آینده معطوف به این پاسخ به این پرسش هست که روحانیت شیعه چه بر سر جامعه ایران آورده. در برنامه های گذشته به اقشار خاصی اشاره کردم، مثل زنان، دانشگاهیان، اهل فرهنگ، کودکان، خود روحانیت، و تلاش کردم توضیح بدم که چه بر سر این اقشار اومده و در چند برنامه هم به طور کلی جامعه ایران رو بررسی کردیم که بر سر جامعه ایران چه آمده، چه از حیث تحقیر، از حیث ارعاب، از حیث فرو افتادن خیرخواهی و ابعاد دیگری که در شرایط امروز جامعه ایران قابل مشاهده هست. بحث امروز من در مورد نظامیان هست. میخوایم ببینیم که روحانیت شیعه، حکومتش، سبک زندگیش، رفتارهاش، اخلاقیاتش، استراتژیهاش، اینها چه بر سر نظامیان در جامعه ایران آورده. روحانیون شیعه از ابتدای به دست گرفتن قدرت خب اعتماد کاملی به ارتش نداشتند، ارتش رو منحل نکردند به دلیل اینکه نیروهای در ارتش بودند که اونها ظرفیت تابعیت از روحانیت رو درشون میدیدند. تصورشون این بود که ارتش رو میتوانند رام کنند، اما اینطور نبود که به ارتش اعتماد کامل داشته باشند که مثلا اگر روزی در کشور یک جنبش اجتماعی شکل گرفت، ارتش این ظرفیت رو داشته باشه که این جنبش های اجتماعی رو سرکوب کنه. از همین جهت روحانیت ارتش ویژه خودش رو ایجاد کرد. خب در ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی افراد بسیاری بودند که با توجه به کسب سلاح از پادگانها، اینها در خدمت روحانیت قرار گرفته بودند، پاسدار روحانیون بودند. اصولا لفظ پاسداری، تعبیر پاسداری از همینجا آغاز شد. اینا پاسداران انقلاب یا پاسداران کشور نبودند و هنوز هم نیستند. اینا پاسداران روحانیون بودند، در واقع محافظان شخصی روحانیون بودند. روحانیت دید که این محافظان شخصی رو میتونه سازماندهی بکنه در یک چارچوب بزرگتری بدون هیچ گونه محدودیتی. در قانون اساسی جمهوری اسلامی سپاه هیچ گونه محدودیتی نداره برخلاف ارتش و در هر زمینه‌ای میتونه دخالت کنه. با تعبیر اینکه اینها پاسداری از انقلاب میکنند، سپاه در هر موضوعی میتونه دخالت بکنه و اکنون هم چنین هست. هیچ محدودیت قانونی بر سر اعمال و رفتارها و در واقع تصمیم گیری های سپاهیان وجود نداره. یک نیروی نظامی است کاملا ایجاد شده در خدمت روحانیون. ارتش رو هم در طول دو سه دهه گذشته تلاش روحانیت بر این بوده است که اصولا ارتش رو از فضای شهرها بیرون ببره. این استراتژی در دوران بعد از جنگ در دوره آقای خامنه ای دنبال شده. امروز ارتش عمدتا نقش پاسداری از مرزهای کشور رو بر عهده داره. البته در مواردی برخی از کسانی که در بوخهای تبلیغاتی سپاه پاسداران هستن، اینا میان ارتش رو ملامت میکنن که این ارتش انقلابی نیست، این ارتش در جهت انقلاب کار نمیکنه، این ارتش شعارهای انقلابی نمیده، که البته خب برخی از مقامات ارتشی در تحت فشار میان و حرفهایی میزنن، حرفهایی از جنس حرفهایی که فرماندهان سپاه میزنن. اما ارتش واقعا نقشش در جمهوری اسلامی تقلیل داده شده به مرزبانی، که در واقع نقش اصلی نیروهای نظامی هم همین هست. یعنی اگر یک روزی در ایران یک حکومت سکولار، یک حکومتی که نخواد با دین، با ابزار دین بر مردم حکومت بکنه، با سوار شدن بر اسب دین، نقش نیروهای نظامی در هر کشوری مرزبانی است، پاسداری از مرزهای کشور و دفاع هست. ارتش امروز چنین کارکردی رو در کشور داره.
بقیه داستان دخالت نظامیان در امور کشور به دست سپاه داده شده، چه بخش دخالت‌های خارجی که هیچ ربطی به دفاع نداره. البته اینها در لفافه ای از دفاع میپیچند، ولی خب دروغگویی و فریب هست. اینکه اگر جمهوری اسلامی در سوریه دخالت نمیکرد امروز داعش در ایران بود، اینا داستانگویی است برای کسانی که به موضوعات آشنا نیستن. اصولا داعش در چند ده کیلومتری مرز ایران هم قرار نگرفته، هیچگاه تهدیدی برای ایران نبوده. داعش به دنبال تأسیس یک حکومت اسلامی است، عین جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و در کشورهای دیگر، البته با دول غربی، با جمهوری اسلامی به عنوان که شیعه هستند داعش مشکل داره، همچنان که جمهوری اسلامی با عربستان مشکل داره. اگر مشکل داشتن به معنای تهدید نظامی هست، امروز جمهوری اسلامی برای تمام کشورهای دنیا تهدید نظامی است. نقش سپاه یک بخشش دخالت‌های خارجی است، نقش دیگرش هم در داخل کشور سرکوب هست، درست کردن بزرگترین امپراتوری‌های اقتصادی هست، نقش سیاسی داره. سپاه هر گونه نقشی رو که تصور بکنید امروز در کشور داره. برای اینکه واقعا آشنا بشیم با اینکه روحانیت با تصمیم اولیه‌ای که گرفت که یک نیروی نظامی در خدمت داشته باشه چه بر سر نظامی‌ها در ایران آورده، من در این برنامه تلاش می‌کنم به 4 وجه از وجوه سپاه اشاره بکنم. اینها رو نه به دلیل این میگم که من اصولا با وجود سپاه مخالف هستم، که هستم واقعا، یعنی معتقدم سپاه امروز منحل بشه به نفع ایران هست، چون پدیده‌ای به اسم نهادی به اسم ارتش در ایران وجود داره که نقشش هم دفاع از کشور و مرزبانی هست، دیگه نیازی به نیروی نظامی دیگری در ایران وجود نداره. سپاه رو امروز شما اگر منحل کنید هیچ خللی در کارکردهای طبیعی جامعه به وجود نمیاد. سپاه در ایران امروز یک نقش کاملا منفی داره برای فرهنگ، برای جامعه، برای اقتصاد و برای سیاست. هر کدوم از اینها رو من تلاش میکنم به طور خیلی مختصر خدمت شما توضیح بدم. در باب نقش اجتماعی سپاه، من میرم به سراغ بحث مواد مخدر که در واقع یکی از کارکردهای بسیار زشت سپاه بوده در دوران اخیر. سپاه در کلن در امر قاچاق در کشور نقش داره، پدیده‌ای که چند ده میلیارد سالانه چند ده میلیارد دلار قاچاق به ایران وارد میشه که بخش قابل توجهش توسط سپاه هست، با داشتن اسکله‌های غیر قانونی، با فراقانون بودن. کسی به سپاه نمیتونه کار داشته باشه و سپاه هم درآمدهایی فراتر از بودجه‌های کشور میطلبه. اصولا سپاه قدس بخش قابل توجهی از درآمدهاش رو از همین طریق قاچاق به دست میاره. خب یکی از قاچاق‌های بسیار پردرآمد قاچاق مواد مخدر هست، چه به داخل کشور چه به صورت ترانزیت. سپاه و بالاخص نیروی قدس سپاه در تجارت مواد مخدر در ایران دست دارند. برای اینکه این موضوع رو من تبیین کنم، به 4 سوال ما باید پاسخ بدیم. سوال اولی که آیا سپاه پاسداران نیازی به انجام این کار داره یا نه؟ دومی که آیا مانع ایدئولوژیکی در برابر سپاه از این جهت وجود داره یا نه؟ آیا سپاه ظرفیت‌ها و امکانات انجام این کار رو در صورت که بخواد انجام بده داره یا نه؟ و چهارم هم این که آیا شواهدی مبنی بر دخالت سپاه در این تجارت وجود داره یا نه؟ سوال اول، آیا سپاه پاسداران نیازی به انجام این کار داره یا نه؟ حتما نیاز داره. وقتی حجم مبادلات سالانه مواد مخدر در ایران میلیاردها دلار هست، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگه حدود 3 میلیارد دلار هستین و سپاه و بسیج به منابع مالی سرشاری برای پیشبرد برنامه‌های خودشون در ایران و منطقه نیاز دارن، نمیشه باور کرد که سپاه یک بخشی از این کیک رو کنار بگذاره. خب سپاه دخالتش در قاچاق دیگر امور هم دیده میشه، از اونها هم سهم داره. طبعا توی این ماجرا هم سپاه نمیتونه دستش رو شسته باشه و از این بخش عمده کیک غفلت کنه. سوال دوم این که در واقع انگیزش وجود داره. سوال دوم این که آیا مانع ایدئولوژیکی در برابر سپاه از این جهت وجود داره؟
من هیچ مانع ایدئولوژیکی نمیبینم، همونطور که نیروهای چپ در آمریکای لاتین، اسلامگرایان سنی در افغانستان از تجارت مواد مخدر سود میبردن، حزب الله لبنان همین کار رو میکنه، سپاه پاسداران هم توی همون سنت میتونه این کار رو انجام بده. اینا این کار رو انجام میدن برای مثلا ترانزیتش رو حداقل برای تخریب کشورهای اروپایی، همونطور که چپهای امریکای لاتین قاچاق مواد مخدر رو سهم داشتن برای تخریب ایالات متحده به عنوان امپریالیسم. هم قطارهای شیعه شون هم طبعا این کارها رو میکنن. در داخل کشور هم اصولا منع شرعی برای مصرف تریاک وجود نداره، روحانیون بسیاریشون به این موضوع آلوده هستن، فرماندهای سپاه هم ممکنه که برخیشون به این امور آلوده باشن، بسیاریشون رو من خودم از نزدیک دیدم در زمانی که ایران بودم و از افرادی شنیدم که در محافلشون بودن، در محافل تریاک کشیشون، هم روحانیون حاکم بر ایران، بلند روحانیون عالی رتبه در قم با این موضوع آلوده هستن، هم بسیاری از سپاهیان آلوده هستن، مشکل شرعی هم با این موضوع ندارن. سوال سومی که آیا ظرفیت‌هاش وجود داره؟ حتما سپاه ده ها اسکله غیر مجاز در اختیار داره، امنیت فرودگاه کشور در دست سپاه هست، هر چیزی رو اینا میتونن وارد کنن یا خارج کنن و سپاه از مجرای بسیج در تمام محلات کشور شعبه داره و کنترل تمام کشور، کوه‌ها، جنگل‌ها، گریزگاه‌ها، کویرها در اختیار سپاه هست. اما شواهد متعددی برای اثبات دخالت سپاه وجود داره، از سخنان مقامات جمهوری اسلامی تا اقدامات دیگر کشورها و از شواهد ارائه شده توسط افراد جدا شده از سپاه تا اشارات تلویحی به نقش این نهاد یا تکذیب‌هاش. آقای دوری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، به صراحت به این امر اعتراف کرده. ایشون میگه در صورتی که کشورهای غربی به ادامه چالش با ایران در زمینه انرژی هسته‌ای ادامه دهند، ایران نیز میتواند اجازه عبور مواد مخدر را، البته نه از خاک ایران بلکه از دریا و نقاط دیگر، بدهد. زیرا دلیلی ندارد که با وجود کشت ده ها هزار هکتار تریاک و خشخاش در افغانستان فقط ما قربانی مبارزه با مواد مخدر باشیم و شهید بدهیم. خب ایشون شرطیه رو گفته که بخش مقدمش واقع شده. ایشون میگه که اگه کشورهای غربی ایران رو در زمینه هسته‌ای چالش کنن، که چالش کردن، خب طبعا اینها باید این کار رو انجام داده باشن. وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرده که نام سرتیپ غلامرضا باغبانی، یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر در فهرست قاچاقچیان مواد مخدر امریکا قرار گرفته. آقای سجاد حق پناه از مقامات پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به نشریه تایمز گفته که قاچاق مواد مخدر در نزد فرماندهان سپاه یک امر فراگیری هست و شماری از فرماندهان سپاه مستقیما در قاچاق مواد مخدر دست دارند. این آقا گفته که سپاه پاسداران تریاک افغانستان را در داخل ایران به هروئین و مورفین تبدیل و در همکاری با باندهای تبهکار آن را به سرتاسر جهان قاچاق می‌کنند. مسئول پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران گفته که سپاه پاسداران در این قاچاق از لوجستیک خاص خود که عبارت است از شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی استفاده می‌کنه و در عمل قدرتی نامحدود داره. خود مقامات قضایی کشور هم تلویحاً به این موضوع اشاره کردند. آقای مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سال 91 و اکنون هم وزیر دادگستری، ایشون میگه که مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کارها باشد، حتما برای کشور مضر است و هیچ خیر و برکت یا سودی نخواهیم داشت. این تکه دومش خیلی جالبه. ایشون میگه هر کسی کرده باشد، حتما این کارها انجام شده و از همه شواهد برمیاد که سپاه متاسفانه در امر قاچاق مواد مخدر در ایران نقش داره و این نقش رو هم به جد پیگیری کرده. نکته دومی که در واقع در باب بیراه رفتن نیروهای نظامی تحت حکومت روحانیون شیعه در ایران وجود داره، دخالت اینها در سیاست هست. سپاه در سیاست داخلی کشور حضور جدی داره، علیه دولت‌ها عمل می‌کنه،
دولت آقای خاتمی رو چندین تن از فرماندهان سپاه نامه نوشتن، تهدید کردن. در افتتاحیه فرودگاه بزرگ تهران برای اینکه این افتتاحیه رو مانع بشن و قراردادها رو بگیرن، هواپیمای نظامی بلند کردن. در دولت روحانی هم اینها مدام در حال تهدید هستن، هر دولتی برای اینکه سهمشون رو بگیرن تهدید میکنن، در انتخابات نقش دارن، در همه امور اینها نقش بازی میکنن. در برابر جنبش های اجتماعی هم سپاه در طول 30 چند سال گذشته مدام نقش سرکوبگر رو داشته. سپاه در واقع چماق ولی فقیه هست برای سرکوب مخالفان. اگر قوه قضاییه یا دستگاه‌های دیگر نتوانند یا نخواهند در یک دوره مخالفان و منتقدان رو سرکوب کنند، حفاظت اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه دقیقاً به عنوان نقش سرکوبگر در این دوره‌ها عمل کرده و همچنان عمل می‌کنه. بسیاری از افراد، ایرانی‌های دو طبیعتی، دیگر نویسندگان، هنرمندان، بسیارشون توسط سپاه بازداشت میشن و در زندان‌های سپاه قرار میگیرن. سپاه زندان‌های خاص خودش رو داره، بخشی از اوین در اختیار سپاه هست. سپاه در واقع عمده کسانی که در دادگاه‌های انقلاب محکومیت سیاسی گرفتن، اینها گفتند، داستان‌هاش هست، تعریف کردند که حکم اونها توسط نیروهای امنیتی نزدیک به سپاه بریده شده، به دست قاضی داده شده فقط برای امضا. یعنی قوه قضاییه کاملا دست آموز سپاه پاسداران هست. این نقش رو ولی فقیه کاملا به سپاهیان داده که کاملا در سیاست داخلی کشور اینها نقش بازی میکنن، چه به صورت بخش قابل توجهی، بخش عمده‌ای از ماشین سرکوب، و چه اون طرف به عنوان نیرویی که در صحنه سیاسی کشور حضور داره، دولت رو کنترل میکنه، مجلس رو کنترل میکنه، بخشی از اعضای مجلس رو در هر دوره به خودش اختصاص میده، امکانات مالی داره به افرادی میده، اینها در انتخابات شرکت میکنن و پیروز میشن، در مجلس حضور پیدا میکنن. بخش قابل توجهی از استانداران کسانی هستند که نه تنها قبلا سپاهی بودن، بلکه بعد از اینکه اینها حکم دولتی میگیرن همچنان سپاهی میمانند. اینطور نیست که بگیم که اینا قبلا سپاهی بودن. کسانی که در ایران سپاهی میشند، این نکته خیلی جالب هست، این رو در مورد روسیه میگفتن که کسی اگر یک روز به عضویت کاگبه در اومد، همواره کاگبه خواهد بود. در مورد ایران هم همین داستان هست، کسانی که سپاهی میشن اینها تا ابد سپاهی باقی میمونن، مگر اینکه از کشور خارج بشن، ذهنیتشون عوض بشه، که تعداد اینها رو من بسیار اندک میبینم. عمده کسانی که وارد سپاه شدن در ایران، اینها همچنان فرهنگ سپاهی، ایدئولوژی سپاهی و پیوندهای سپاهی خودشون رو حفظ میکنند. سپاه، حالا اون بخش اجتماعیش رو، من فقط یکی از نقشهای اجتماعی سپاه رو، اون هم قاچاق مواد مخدر بود، اون رو اشاره کردم. در بخش سیاست هم سپاه متاسفانه یک نیروی سیاسی عمده است در کشور، چه در سرکوب و چه در مشارکت و رقابت سیاسی که در کشور در جریان هست. در بخش دوم برنامه به دو بعد دیگر از ابعاد مخرب سپاه در جامعه ایران اشاره می‌کنم. در همه این ابعاد هم سپاه دستی گشاده داشته از سوی روحانیت. روحانیون کاملا دست سپاه رو باز گذاشتن که در این امور دخالت بکنه، به دلیل اینکه سپاه رو عامل حفظ حکومت خودشون میدونستن و همچنان میدانند. در بخش دوم این بحث رو ادامه خواهم داد بعد از یک تنفس کوتاه. با سلام مجدد در خدمت شما هستم در بخش دوم از برنامه 12 و دوره 16 برنامه های در غیر این صورت، که بحث میکنه از رابطه روحانیت شیعه و جامعه ایران، نقشی که روحانیت شیعه در جامعه ایران بلخص در چند دهه اخیر ایفا کرده و تلاش برای پاسخ به این پرسش که روحانیت شیعه چه بر سر جامعه ایران آورده.
در این برنامه بحث من در مورد نظامیان هست به طور کلی. در برنامه اول، در قسمت اول بحثم خلاصش این بود که روحانیت شیعه نقش ارتش رو کاملا محدود کرده به مرزبانی و نقش سپاه نقشی کاملا فراتر هست و سپاه امروز در واقع به ابزار حکومت برای هر آنچه که میخواد انجام بده تبدیل شده. به نقش سپاه در قاچاق مواد مخدر اشاره کردم در بخش اول و در واقع نقشی که سپاه داره ایفا میکنه در توزیع این مواد خانمانسوز در داخل و خارج کشور و درآمدهایی که سپاه از این مجرا به دست میاره و همچنین به نقش سپاه در سیاست داخلی کشور، چه در سرکوب مخالفان و منتقدان و چه در نقشی که در دولت و مجلس و قوه قضاییه امروز داره ایفا میکنه. در بخش دوم من به دو بعد دیگر از نقش مخرب سپاه در جامعه ایران اشاره میکنم. در واقع نقش اینا همه نقش هایی هستن که از سوی روحانیت شیعه به سپاهیان واگذار شده. ابتدا به بخش فرهنگیش میپردازم. سپاه در ایران به یک قول فرهنگی تبدیل شده. سپاه مسجد میسازه، سپاه بودجه‌های عزاداری‌های امام حسین رو میده، سپاه در بخش تبلیغات مذهبی نقش بسیار گسترده‌ای داره و در مقابل هم سپاه برای سرکوب فرهنگ بدیل نقش مخربی رو ایفا میکنه. اخیراً یکی از کارهایی رو که سپاه انجام داد برخورد با اصولاً مسئله پوشش، مدلینگ، آرایش، امور مربوط به زنان بود و جالب بود که سپاه کارش به اونجا رسیده که زنانی رو که مدل عکاسی قرار میگیرن برای برخی لباس‌ها یا برخی لوازم آرایشی، اینها رو سپاه بازداشت کرده و نگه داشته و مورد بازجویی قرار داد. برخی از بازجویی‌هاش از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد. کار سپاه به اینجا رسیده که مدل‌ها و زنانی رو که در این حیطه‌ها فعالیت دارن، اینها رو رقیب فرهنگی خودش تلقی میکنه. ببینید این چه نقش مخربی است. یعنی اگر شما بخواید یک نهاد نظامی رو که نقشش دفاع از کشور هست به برخورد با مدل‌ها و زنان آرایشگر، طراحان لباس تقلیل بدید، ببینید چه خسارتی رو برای هر کشوری این به بار میاره. مثل این میمونه که مثلا در امریکا نقش آقای اوباما یا نقش فرماندهان ارتش تقلیل پیدا کنه که با خانم کارداشیان برخورد کنن. اینا کارهایی است که سپاه متاسفانه در ایران امروز داره انجام میده. گزارشاش رو هم حتما شما در تلویزیون جمهوری اسلامی دیدید یا اگر سرچ بدید این مطالب وجود داره. نقش دیگر سپاه که اون به نظر من اونجا سپاه داره مخربتر عمل میکنه، نقش اقتصادی سپاه هست. امروز سپاه به یک قول بزرگ اقتصادی در کشور تبدیل شده. امروز اگر کسی بخواد ببینه که واقعا قدرت در ایران در دست کی هست و چه کسانی از این قدرت منتفع میشن، باید بره به سراغ امپراتوری های اقتصادی. در ایران سه امپراتوری اقتصادی وجود داره. یکیش امپراتوری ولی فقیه هست و بیت، بنیادها این داستان ستاد فرمان اجرایی امام که حدود 100 میلیارد دلار فقط اینها مستقلات دارند و مؤسساتی که همش در اختیار ولی فقیه قرار گرفته و هیچ کدومش هم مشخص نیست که چقدر درآمد داره، چقدر هزینه داره، کی از اینا سود میبره، این هزینه درآمدا چجوری خرج میشه، یک کدومش رو اینا به مردم ایران گزارش ندادن. بنیادها در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران میان 20 تا 70 درصد حجم بسیاری از فعالیت‌ها رو در اختیار دارن. بنیاد مستضعفان به تنهایی 173 شرکت کوچک و بزرگ رو داره در انواع رشته‌های فعالیت. آستان‌های قدس، بالاخص آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم و معصومه، صدها شرکت و میلیون‌ها هکتار زمین وقفی در اختیار دارن و درآمدهای نجومی. این در واقع بعد هزینه‌های پولای اینا چی میشه؟ آقای خامنه‌ای پولای اینا رو در اموری که خودش صلاح بدونه مصرف میکنه. بخشش صرف دیوان سالاری مذهبی و تبلیغات میشه، بخشش هم احتمالاً صرف فعالیت‌های
در واقع بست مرجعیت آقای خامنه‌ای میشه و فعالیت‌های نظامی و امنیتی که جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه داره. هر جا بودجه کم بیارن خب جیب آقای خامنه‌ای هست که بسیار هم بزرگ، این پول‌ها درش جا داره. امپراتوری دوم امپراتوری شرکت‌های دولتی هست در ایران که اون هم حجم قابل توجهی از بودجه‌های عمومی رو به خودش اختصاص میده. امروز شرکت‌های دولتی هم عمدتاً توسط بخش قابل توجهیش در اختیار سپاه، در اختیار کسانی که با بیت در ارتباط هستند و بخشش هم تکنوکرات هایی که با آقای رفسنجانی و روحانی و اینا نزدیک هستند اداره میشه، با هم این منابع رو دارن مصرف میکنن. چیزی در حدود تقریبا 80% بودجه کشور، اگر مثلا سالانه فرض کنیم 600 هزار میلیارد تومان بوده، حدود 100 120 هزار میلیارد تومانش هزینه بودجه عمومی کشور است، بقیه‌اش این بودجه مربوط به شرکت های دولتی است. اما امپراتوری سوم امپراتوری سپاه هست. امپراتوری سپاه چجور شکل گرفت؟ بعد از جنگ آقای رفسنجانی این باب رو باز کرد که سپاهیان بتوانند در امور اقتصادی کشور فعالیت کنند، چون سهم می‌خواستند از اینکه آقا ما جنگیدیم، سهم ما کجا رفت؟ سهمشون رو آقای رفسنجانی با همین داستان‌ها، با این اسکله‌های غیر قانونی، با مشارکت‌هاشون در به عنوان مثلا سازندگی در امور اقتصادی، سهم اینها پرداخت شد. خب این از اینجا شروع میشه، اما امروز رسیده به جایی که قرارگاه خاتم الانبیای سپاه دیگه قراردادهای زیر 300 میلیارد تومان امضا نمیکنه. یعنی ببینید چه امپراتوری بزرگی هست. بعد اینا قراردادها رو میگیرن، خرد میکنن و به نزدیکان و وابستگانشون اینها رو واگذار میکنن. قراردادهایی که به قرارگاه‌های سپاه واگذار میشه در اندازه چند میلیارد دلار هست سالانه. بر همین اساس امپراتوری سپاه به شکل اختاپوسوار در اقتصاد ایران گسترش یافته، تا حدی که به قول معاون حقوقی سپاه حدود 45 هزار نفر مستقیم در قرارگاه سازندگی فعالیت میکنن که 2000 نفرشون پاسدار هستن و بالغ بر 5000 پیمانکار و 150 هزار نفر به طور غیر مستقیم ایشون میگه با ما همکاری میکنن. امپراتوری سپاه علاوه بر قرارگاه های سازندگی و شرکت های تحت مدیریت اونها و شرکت هایی که از دولت گرفته شده مثل شرکت مخابرات، بخش عمده واردات کشور و ترانزیت رو در اختیار داره. از همین مجرام هست که فعالیت های سیاه اونها در حیطه مواد مخدر یا قاچاق هر چیزی، شما تلفن همراه، وسایل برقی، اینا عمدش قاچاق هست و سپاه این کار رو داره انجام میده. هیچ منفعت و خیری در این برای این دستگاه البته وجود نداره، اما برای کشور، اما خب سپاهیان از این موضوع سود میبرن و همچنان هم سود بردند متاسفانه. حالا موضوع این هست که واقعا این قول اقتصادی سپاه پاسداران در ایران چه داره میکنه، نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چیه. اگه به سیر تحریم ها در 3-4 سال گذشته نگاه بکنیم، خواهیم دید که تحریم های نفتی و بانکی بیش از همه نهادهای نظامی و مؤسسات همکار با اونها رو نشانه رفت. اگه نیروهای نظامی در یک کشور در فعالیت های اقتصادی باشن، هر جای نیروهای نظامی مورد نشانه گیری قرار میگیرن، اقتصاد اون کشور هم مورد نشانه گیری قرار میگیره. و اقتصاد ایران اصولا ضرب پذیر هست به دلیل رانتی و امتیازی و نفتی بودنش. حضور سپاه پاسداران در اقتصاد ایران این اقتصاد رو ضرب پذیرتر هم کرده. حالا در یه دوره ممکنه آقای اوباما، کسی مثل آقای اوباما تسهیلاتی رو به اینها بده، برای اینکه تصور میکنند، تصور نادرست، که اینها بر سر عقل میان با جامعه جهانی کار میکنن. اما هر دولت دیگری که بیاد و ببینه که اینها رفتارهاشون همچنان رفتارهای تنش‌زا و رفتارهای تروریستی است، تجدید نظر میکنن و اصولا چون اقتصاد ایران به اقتصاد به قول سپاه وابسته هست و سپاه درش نقش داره، طبعا اقتصاد ایران آسیب پذیر بوده و همچنان آسیب پذیر خواهد بود. این واگذار کردن قراردادها به قرارگاه های سپاه مثل خاتم الانبیا، میان ازش تعریف میکنن به عنوان اینکه اینها چقدر کارا رو خوب انجام میدن، زود انجام میدن، اینا همش داستان سازی است.
تمام فسادی رو که شما در دیگر پیمانکاری های کشور میبینید در کارهای قرارگاه سپاه هم میتونید مشاهده کنید. تمام مشکلات، عدم کارایی، عدم بهینه‌سازی، همه اینها در فعالیت های قرارگاه های سپاه هم دیده میشه، به اضافه اینکه قرارگاه های سپاه قراردادهای کشور رو بدون مزایده و مناقصه میگیرند، به دلیل قدرتی که دارند دخالت میکنند و در واقع نمیگذارند رقابتی در ایران به وجود بیاد. همونطور که رقابت سیاسی رو نظام ولایت فقیه در ایران از بین برده، این قرارگاه ها هم رقابت اقتصادی رو از بین بردن و در کشوری که رقابت اقتصادی نباشه طبعا این اقتصاد نمیتونه رشد بکنه. غیر از قرارگاه ها، سپاه در فعالیت های دیگر هم حضور داره، در بازار سهام، در بانکداری، در سرمایه گذاری. بنیاد تعاون سپاه دارای بانک انصار هست و 51% از سهام شرکت مخابرات. بانک انصار که در ابتدا به عنوان صندوق پسنداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدین فعالیت میکرد، در خرداد 89 با کسب مجوز از بانک مرکزی تبدیل به 11 بانک شبه دولتی کشور شد. این بانک آخرین گزارش هایی که بود 600 شعبه داره. در بانک های مهر ایرانیان، سامن الائمه، قوامین و حکمت ایرانیان هم سپاه نقش داره و این بانک ها کاملا به نهادهای نظامی در ایران وابسته هستند. سپاه در بانک های سینا، تات، آینده، پاسارگاد و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر هم دارای سهام هست. از همین جهت سپاه این اختاپوس داره خودش رو در کنترل نهادهای مالی و بانکی کشور هم کاملا نشون میده. در دنیای سرمایه‌داری مقررات محدود کننده و ضد انحصار، آزادی رسانه‌ها و کوچک بودن دولت دست شرکت‌های بزرگ رو در استفاده از منابع عمومی و امتیازات تا حدی می‌بندند. اما سپاه هم روزنامه داره، هم نشریه داره، هم رقبا رو با ارعاب بیرون می‌کنه، هم اعمال غیرقانونی مثل قاچاق رو به صورت روال در میاره. جالب اینجاست که برخی دخالت سپاه در اقتصاد رو راهی برای مقابله با سرمایه‌داری غربی معرفی می‌کنن تو ایران و معتقدن که اقشار متوسط و ضعیف نظامی از این بنگاه منتفع میشن. اینا دیدگاه های چپگرایانه است که همواره به نفع جمهوری اسلامی کار کرده. این برخلاف مشاهدات روزمره است. سپاهیانی که در رده های بالا نیستن رنگ درامت های نجومی رو نمیبینن و منافعش عمدتاً به جیب فرماندهان سپاه و قدرتمندها در کشور میره. یه بخش دیگه هم بخش بازارهای مالی هست که سپاه در این بازارها حضور داره. در بازار ارز، بازار سکه سپاه نقش بازی میکنه. مؤسسات سپاه یا سپاهیان سابق که هنوز در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارن، بزرگترین بازیگران در بازار مبادلات و واردات کالاهای پرسود مثل اتومبیل هستند. همین نکته موجب شکاف میان سپاه و اقتدارگرایان سنتگرا و بازارهای سنتی در کشور شده. شما به انتقادات کسانی مثل آقای احمد توکلی از مداخلات سپاه نگاه بکنید، بخش قابل توجهش این تعارض منافع هست. سپاه با تمسک به منافع ملی و خیر عمومی که در واقع سپاه اصولا نبودنش به نفع اینها هست، اومده و در عرصه حضور داره، اما همه فعالیتاش به نظر من برخلاف منافع ملی کشور و برخلاف خیر عمومی کشور هست. از منافع باندها و گروه های خاصی در واقع این دخالت حمایت میکنه. از 10,000 میلیارد تومان بودجه‌ای که سالانه به قرارگاه های سپاه تعلق میگیره، حدود 10% از بودجه عمرانی سال 91 فقط به قرارگاه خاتم اختصاص پیدا کرده و سودی که از سهام و بانکداری نصیب سپاه میشه، بخش های قابل توجهی از جمعیت کشوری یک قران منفعت نمیبرند. من بهش اشاره میکنم. غیر مسلمون ها مثل بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، دراویش، بیدین ها، مخالفان سیاسی، مخالفان مذهبی که شیعه هم هستند، زنان، همجنسگرایان، اینها یک قران از درآمدهای سپاه نفع نمیبرند. فقط کسانی از درآمدهای سپاه نفع میبرند که شیعیانی هستند، اهل قائل به ولایت، به دستگاه نزدیکن، تو تمام مراسم مذهبی شرکت میکنن، نزدیکن. حالا یک کسی نظریش گیرش میاد، یک کسی سفر به کربلا گیرش میاد، تو همه اینا سپاه نقش داره.
و یک کسی هم شرکت‌های بزرگ و درآمدهای بزرگ و ویلای سوئیس گیرش میاد. اینها سطوح مختلفی داره از اینکه افراد واقعا چقدر از این منافعی که در اختیار سپاه قرار گرفته از اینها سود میبرند. شرایط اصلی استخدام نیرو شما در قرارگاه، در وبسایت قرارگاه خاتم نگاه بکنید، همه کسانی هستند که باید ملتزم ولایت فقیه، باورمند ولایت فقیه باشن. اینا فقط بخش کوچکی از وفاداران به خامنه‌ای و خیشاوندان و نزدیکان روحانیون رو در ایران شامل میشه. سپاه به نظر من امروز در ایران به یک غول تبدیل شده، به یک غولی که مانع رشد اقتصادی کشور هست، مانع رقابت هست، مانع پیشرفت اقتصادی کشور هست. قراردادهای عمده به سپاه تعلق میگیره و دیگران نقشی نمیتونن بازی کنن. به همین علت هم هست که هر کسی قدرت کارآفرینی در خودش ببینه، قدرت دانش داشته باشه، این کشور رو میگذاره و بیرون میره. این صحبت هایی که آقای روحانی در ابتدای دوره ریاست جمهوریش میکرد که ما باید اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم، اصولا کسانی که اون بنیان رو دارن، بنیاد دانش رو دارن، نمیان خودشون رو در خدمت سپاه قرار بدن. و داستان هایی هم که تعریف میکنن که سپاه مثلا برنامه اتمی ایران رو پیش برده، این داستان ها اصولا قابل باور نیست. اینها رو برای مردمی که نمیدانند باید تعریف کرد. سپاه تمام تجهیزات نظامی، برنامه اتمی، همه اینها رو از پاکستان، کره شمالی و بخشش هم قاچاق از کشورهای دیگه خریده. ایران اصولا در کشور صنعتی نبوده، همچنان هم کشور صنعتی نیست. در ایران نه شرکتی وجود داره که چنین خدمات صنعتی رو انجام بده، نه تولید کننده ای وجود داره. ایران عمدتا نقشش مونتاژ هست. در برنامه‌های دیگرش هم شما وقتی که اینها داستان پیشرفت علمی برای شما میگن، شما همیشه باید در این داستان‌ها شک بکنید. ماجراهایی هم که در مورد پیشرفت علمی میگن، مثلا بحث تعداد مقالات، این رو شما باید واقعا دانشجو باشید، در دانشگاه های ایران باید درس خونده باشید تا بدونید واقعا در دانشگاه های ایران چه خبر هست. از دزدی مقالات، از خرید رساله، از انواع کارهایی که در دانشگاه های ایران متاسفانه در حال انجام هست و از اساتید دانشگاه های ایران که شما نگاه بکنید، بسیجی ها، روحانیون، مقامات دولتی، حزب اللهی ها، کسانی که تو خیابون مردم رو کتک میزنن، همه اینا امروز استاد دانشگاه هستن. این نشون میده که واقعا در دانشگاه های ایران چه خبر هست. البته خب کسان دیگری هم هستن که چاره ای ندارن، اثر ناچاری در این محیط ها فعالیت میکنن، ظواهر رو هم متاسفانه حفظ میکنن برای اینکه لقمه نانی ببرند. حالا من با اون رفتارها اخلاقا مشکل دارم، اما خب همه مردم نمیشود در موردشون قضاوت انجام داد. اما کسانی که واقعا به حکومت نزدیک هستن، در دنیای سرکوب و فعالیت‌های نظامی امنیتی هستن، کاملا در خدمت این حکومت قرار داشته و دارن، اینها واقعا شایسته انتقادن، شایسته سرزنشن، برای اینکه کشور رو دارن رو به قهقرا میبرن. همون طور که روحانیون، این سخن آخر من هست، همان طور که روحانیت شیعه نفس وجودش، تعلیماتش، رفتارهاش، سبک زندگیش برای جامعه ایران همیشه سم بوده و جامعه ایران رو به قهقرا برده، نهادهایی هم که روحانیون شیعه در ایران تأسیس کردند مثل سپاه پاسداران، این نهادها هم نهادهای مضری هستند. من هیچ تصوری ندارم که ایران روی پیشرفت، روی آزادی، روی توسعه رو ببینه با وجود نهادهایی مثل سپاه، با وجود نهادهایی مثل روحانیت شیعه به این شکلی که امروز وجود داره. من به آزادی مذهب، آزادی فعالیت‌های مذهبی قائل هستم، اما نه مذهبی که قدرت رو در دست بگیره و مردم رو در فعالیت‌های جاری روزمره‌شون مثل آرایش کردن، لباس پوشیدن، غذا، نمیدونم رفتن به کنسرت موسیقی، در این زمینه‌ها در زندگی مردم دخالت کنه، برای اینکه انحصار فضای عمومی رو در اختیار خودش داشته باشه. با این بحث برنامه 12 رو به اتمام میرسونم.
همچنان من و تلویزیون اندیشه شایق هستیم که نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما رو بشنویم. ما رو از اونها دریغ نکنید. آدرس ایمیل من هست majidmohammadi@gmail.com، محمدی با دوتا ام، بین مجید و محمدی هم چیز دیگری نیست. برای من ایمیل بفرستید، برای دوستان اداره کننده تلویزیون هم اگر بفرستید من حتما خوشحال میشم، اونها به اطلاع من میرسونن. تا برنامه آینده، یعنی آخرین برنامه از دوره 16 هم و هفته آینده، شبها و روزهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.